زمین شوره زمین شوره سنبل بر نیارد زمین شوره سنبل بر نیارد هوای شیعه ماندلا ندارد بنای شیعه بر فقه کلینیست بنای شیعه بر فقه کلینی است از این رو ماندلایش هم خمینی نخواهی یافت گاندی در ره قوم ولی افعی فراوان است و کجدم دلای ما قصاب پیر است همین که موقع زایده شدن گفت یا علی دلای لامای ما قصاب پیر است که با آزادگان کارد و پنیر است هر آن کشور هر آن کشور که قم شد پایتختش رهش ویران شد و وارونه بختش درختی را که تو در قم نشاندی به ما آرد نماندلا نه نگاندی نه اگر از بطن مادر یا گوی نهد پا بر جهان مانند یارو همه عالم بمیرد او نمیرد نمیرد تازه ملت جان نگیرد ندارد ره ملای نفسگیر نبر مادر نبر کودک نبر پیر کجا ملا به ماندلا دهد بخت کجا گاندی بگیرد روزه بر تخت پسر جان پسر جان این وطن ایران زمین است همین است و همین است و همین است دوباره شیخ فضل الله رئیس است وطن در دست مشتی کاسلیس است خبر داری فروهر را چه کردند از او با کارد همسر را چه کردن به یاد گذشته گذشت روزگارت به یاد دارد گذشته روزگارت اتاق قرق خون بختیارت چه میگویی چه میگویی مگر آفریکنم من نه جانم بچه این میهنم من به باید فکر جادویی دگر کرد بباید فکر جارویی دگر کرد تمیز این خانه را زیر و زبر کرد تمیز این خانه را زیر و زبر کرد به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران و با درود به یکایی که شما هم میهنان ارجمند در هر کجای جهان که هستید برنامه در گذرگاه تاریخ رو از تلویزیون پارس می آغازم همیهنان باز هم روی سخن و اندکی به اون هممیهنی که گفتش یا همه تمام برنامه رو تفسیر خبر و مسائل سیاسی کنید یا تمام برنامه رو درباره نادر و هند صحبت کنید برادر ارجمند دوست عزیز شما پنجاه دقیقه تفسیر خبر گوش بدید خسته نمیشید شما پنجاه دقیقه تاریخ بشنوید خسته نمیشید شما پنجاه دقیقه س... شعر سیاسی بشنوید هر قدر شیوا باشه ناراحت نمیشید گرامی برادر این دستگاه مثل روزنامه است باز هم براتون میگم در هر برنامه ای باید همه مسائل باشه حتی اگر مسئله تاریخی هم هست متفاوت باشه حتی اگر ادبی هم هست گوناگون. گوناگون باشه به هر روی اکنون به یک نکته دقیقی میپردازیم حالا میخواید اسمشو بذارید جامعه شناسی میخواید بذارید تاریخ میخواید بذارید سیاسی هر چی دلتون میخواد میشه گفت برای اینکه یک مسئله درگیری وحشتناک ملت ما با یک گروه به قول معروف قالتاق مفتخور بیرحم سمج به نام ملا و آخوند یه نمونه امروز برای شما میارم شما را به اندیشیدن وامی دارم شما فکر کنید پس از این گفتار ببینید آیا به راستی 180 درجه همه چیز ملت ایران دگرگون نشده چندی پیش به اندیشه فرو رفتم و بازی سرنوشت رو با ملت خودم زیر نگرش اندیشیدن گذاشتم و اکنون شما را هم با خود همراه میکنم فرض میکنیم که به سی و پنج شش سال پیش برگشته ایم به زمانی که آن دجال خوناشام با دروگوی ها و نیرنگ ها و حیلای خودش یک ملت رو فریب داد به این نمی پردازیم و نمی توانیم همکنون گناهکار راستین این فریب ملت رو به روشنی بشناسیم و و مهر کوتاهی یا مهر کاستی یا مهر گناه را بر پیشونش بزنیم به این انگیزه ای که ملتی که چگونه یک ملت که سیناها پور سیناها بعد رازیها، ها حافظ ها نادرها، ها فردوسی ها ها و و و ده مانند این دلاوران و مردان و فیلسوفان و بزرگان پرورده چطور فریب یک دستاربند گمنام رو خورده چطور نادانسته در دام این کفتار خوناشام هیلگر و در عین حال ابله و نادان افتاده به هر روی بخواهیم و نخواهیم تاریخ ورق خورد و گروهی ملای بی سواد و خرافاتی سوار بر بیرحمی و دروگویی و مفتخوری شدند و سکان کشتی ایران رو به دست گرفتند فرض میکنیم فرض می کنیم که در آن روزها و سالها حالا یکی دو سال پس و پیشش چندان مهم نیست در میان هزاران نوزاد ایرانی که چشم به جهان گشودند مسلما شماری نزدیک به پنجاه درصد دختر نیست زاده شده که نام یکی رو مثلا مریم و نام دیگری رو میپنداریم که آزیتا نام نهاده از میانه این همه دخترم. هم. همچنین یک دختر دیگر رو ندا نامش رو گذاشتن دختر دیگر رو هم ریحانه نامیده خب این که فرضی است که شده نیست دیگه و شده هم حالا ببینید این گروهی که با نداشتن سواد با نداشتن آگاهی از کشورداری با مغزی پر از خرافه و حماقت و سراسر عقده چگونه نسل یک ملت رو دگرگون کرد یعنی هم نسل رو دگرگون کرد و هم سرنوشت اون نسل رو دخترانی که نام اونها رو مریم و آزیتا گذاشتن نتوانستند ستم و بیداد دستاربندان رو تحمل کنند و در میان میلیون ها مغزی که از ایران گریختند از زیر فشار آخوند گریختند و به جهان آزاد رفتند زمانی نزدیک به 18 سال گذشت یکی از اونها یکی از اون دخترها امروز سفیر آمریکا در سوئد ایرانی نابغه است نبوغ داره مغز داره مغز پرسنده داره مغز پیشرونده داره یکی از این دخترها به نام مر آزیتا سفیر آمریکا در سوئد دختر دیگر برنده جایزه نوبل ریاضی شده ایرانی اونا پس همه ایرانی ها میتونن استعداد شدن و دارن این همه ایرانی حالا من همه را دیگه نمونه نمیارم این همه ایرانی در خارج پست های اصلی دستشونه شما نمیدونید در ناسا چقدر ایرانیه اصلا ای اونجا همه با هم فارسی حرف میزنن بیش از 150 ایرانی در اونجا کار میکنه بعضی از اونها پست های کلیدی بالا دارن فیروز نادری یکیشه خیلی داریم از اینا خب حالا این دو تا دختر ما نمونه اما دو تا دختر دیگه هم نتونستن بگریزن حالا به هر دلیلی که بود یا وضع مالی اونطور اجازه نمیداد یا پدر مادر میترسیدن فرزندشون در راههایی که قاچاق داره میره خارج صدمه بخوره یا هر چی بود به هر صورت نرفتن یکی ندا آقا سلطان شد که بیگناه بیگناه هدف تیر سربازان پدر گمنام امام زمان قرار گرفت اینا همه پدراشون شناخته شده نیست به جایی که میگن سربازان گمنام نه سربازان پدر هم. اینا هدف تیر اونا قرار گرفت و دیگری شب ریحانه جباری بود که به جرم دفاع از ناموس خودش روز شنبه گویا یا آدینه به دار آمیخته شد بله این طوری میشه که گروهی بی مسئولیت و نامردم سرنوشت ملتی رو 180 درجه دگرگون میکنن امروز دختران ایران که به بیرون مرز آمدن گذشته از اینکه بیش از 95 درصد شون وکیل دادگستری پزشک دندان پزشک و وکیل مدافع در دادگاه ها و, و, و همه در این ردیفه هستند در هر ساعت از شب و روز در هر کجا و در هر شهری که هستند و باشند با اطمینان بدون ترس با آزادی به محل کار یا به محل مقصد خودشون در گفتم ساعت مطرح نی صبح هست ظهر هست عصر هست شب هست نمی شود میرن و هیچ نوع بهشون نمیشه اما دختران ایران در زیر نعلین شکنجگران و حد زنان و اسید پاشان اگه بخواهند از خانه تا سر کوچه برند صدها بار مادر و پدرشون از ترس و حراس که آیا یک آدم بیوجدان با یک شیشه اسید دخترشون رو از زندگی بیزار کنه فرق رو میبینید این ایران همون ایرانه سی سال پیشه همون ایران است پنجاه سال پیشه همون ایران هشتاد سال پیشه همون ایران دویست سال پیشه این ملت همون ملته این ملت خیام پرورده وقتی من سخنان خبرها رو راجع به اون مریم میرزاخانی خوندم و دیدم این نوبل ریاضی گرفته دقیقا گفتم این دختر خیامه دختر خیامه یعنی اینکه دختر اون ملتی که و هم اینو زاده هم خیام رو این 180 درجه چرخش رو همین گروه پرمدعای توهی مغزی که سراپا خرافات سر رو نشسته دو ساعت وقت مردم رو گرفته که جن وجود داره جن بعض وقت بخواد دیده میشه به شرط که بسم الله نکین اگر جن در میره بعد زن جن انقدر خوشگله که حد نداره و از این یاوا یا یکی دیگه میاد میگه آره این که شیر گاو خورده یا آدمی با شیر گاو بزرگ شده این اگه یه گاوه یه گوساله دیگه بذاره این میتونه بپره رو گوساله چی میگی کجای دنیایی تو مردک تازه اینا ردیف بالاهاشون هستن که سخنانشون ضبط میشه در جاهای دیگه در مسجدهای دیگه پخش میشه این گروه اومدن بر ملت ایران چیره شدن به راستی چه کنی تا کی این انحراف هدف دنبال میشه تا کی 180 درجه اختلاف جهت دارن ملت ایران در درون و برون و مرز میره <applause> از دو ساعت مندم آقای وارتان خواهش میکنم آگهی ها را پخش کنم و به دنباله برنامه بپردازی یک ملت را دو ستون استوار میتواند بر سر پا نگه دارد فرهنگ و آینهای ملی، تاریخ و قهرمانان دلاور او که راهگشای مردم به سوی آینده هستند. استاد ناصر انقطا در درازای 24 سال کوشش های فرهنگی و سیاسی خود در آمریکا دست به چاپ و پخش 20 جلد کتاب در زمینه های سیاسی، فرهنگی و تاریخی زده است تا هممیهنان خود را به پیشینه نازش آفرین خیش آگاه کند پژوهشی درباره هفت سین جشنهای ایرانی و ریشه آنها روزهای آوارگی زندگی پرفراز و فرود نادرشاه پنجاه سال تاریخ کنونی ایران توفان زرب تک و تاخت مغول به ایران امیر کبیر مرد بزرگ تاریخ ایران در جرفای واجه ها و شناخت زبان پارسی شیر و خورشید نشان سه هزار ساله بابک ابرقهرمان جاودانه ایران حافظ و کیش مهر شیر گریان یعقوب لیز مرد برتر تاریخ ایران تلفن سفارش کتاب 661 254 87 57 بینندگان در بررسی تاریخی خودمون به اونجا رسیدیم که محمد شاه نظام الملک قمرالدین خان اینا نظام الملک رئیس الوزراء بود و مشاور شاه بود قمرالدین خان هم یکی از وزیران دربار محمد شاه بود در این حال این قمر الدین خان ناپدری سید نیاز خان بود که سردسته شورشیان بود و این همه قتل و جنایت در اثر کار اونها بود که سواران ایرانی رو در دهلی در یک شب بیش از چار نفر نزدیک پنج زا نفرشون رو کشتن حالا اینها در پیشگاه نادر بودن و نادرم هم همونطور که در برنامه های پیش گفتم ته دلش از این کار ناراضی بود ولی میدید اگر به قول معروف کوتاه نیاد اون وقت تمام ارتش ایران مورد حمله همه مردم هم قرار بگیره که شمارشون بی نهایت بود ولی وقتی فرمان رو داد و فرمان و کشتار بست داد روش... کشت... کشتار همگانی داد روشن شد که بی گناه و با گناه کشته میشن بر این پایه ناراحت بود خودش احساس گناه میکرد این بود که به محض اینکه محمد شاه و نظام, نظام الملک خان گفتند که شما دستور کشتار بدین بیدرنگ نادر به سرداز جلایر گفت فورا شیپور کشتار بس رو بزنید و بعد هم گفتم که یک سرباز یک, یک لنگ گوشواره آورد داد گفت من گوشواره اول رو که در آوردم گوشواره دوم صدای شیپور آتش کشتار بست رو که شنیدم دومی رو دیگه دست نزدم. بعدم نادر اونها رو خواست و دنباله سخن رو دیگه نمیگیرم چون طولانی میشه تا اون زمان اینجا نظام الملک با اینکه میدونست قمر الدین خان وزیرش ناپدری اون سید نیازخانه و سید نیاز خان گناهکاره ولی مخصوصا به نادر گفت خواهش میکنم ما که سربازانمون خل سلاح شما این بزرگان رو یعنی این شورشیان بزرگان شورشیان رو حتما دستور به فرمای دستگیر کنند و ما هم با شما همکاری خواهیم کرد خب ناظر گفت بسیار خوب بکنید من سردار جنایه رو صدا زد گفت شما زیر نظر نظام الملک کمک کنید از نظر نیروی نظامی و نیروی محرکه هر جاری که میگن بررسی کنید و این گروه رو بازداشت کنید سردار جنایه میپذیره خوب احترام میذاره ولی نظام الملک میگه که به نادر میگه میگه هرچند جان نسار به مقام والای سردار جلایر اذعان دارم اما اگر حضرت نادر دستور بفرمایند که برای حفظ تندرستی سپاهیان ایران و مردم دهلی بیدرنگ این پیکرهای بیجان سواران ایرانی و سربازان ایرانی و اسبهای سپاه ایران و مردم کشته شده دهلی رو فوراً از شر آوری کنن. برای اینکه سه روزه یا دو روزه این جسدها افتاده در کوی و برزن و بوی ناراحت کننده میده و اگر بشنستیم بیماری گسترده در سراسر شهر بزرگ دهلی شهر پرجمعیت دهلی پدید میاد نادر اندکی فکر میکنه و میگه بسیار خوب ما که مراسم مذهبی خودمون رو میدونیم شما هم هندوان کشته شده رو زیر نظر خودتون دستور حالا یا سوختن یا هر جوری که خودتون میدونید بدید و اجازه بدید که با آین های مذهبی خودشون با مردگانشون رفتار کنه اینو نادر میگه میگه در این مورد که کاملا با شما موافقم سردار جلایل با شما نیاد بسیار خوب تنها یک ست سوار مسلح به شما میدم واگذار میکنم تا خودتون هر طور که میدانید اقدام کنید و سران فتنه رو دستگیر کنید و تحویل ما بدید نادر میگه در مورد کشته شدگان هم به شرط اون که مردم خلع سلاح شده هم بیان با نیروهای ایرانی نهایت همکاری رو بکنن و بدونن که ما کارشون نداریم و بدونن که ما با اونها همیاری میکنیم به محض اینکه اینها آمادگیشون رو اعلام کردن من دستور میدم که هر چند تن سربازی که شما میخواید به همکاری اونها بیان از ارتش و شهر رو تمیز کن نظام الملک و قمرالدین خان از پیشگاه نادر و محمدشاه بیرون میان سردار جلایر هم یک ست سوار ورزیده رو در اختیار اونها میذاره بنابراین یک ست سوار کاملا ورزیده و تمرین داده شده زیر فرماندهی دو تن وزیر هندی قرار میگیرن محمد شاه بعد از در آغوش کشیدن نادر و روبوسی با او از نزد او و از کاخ از شبستان مسجد میاد و به کاخ خودش برمیگرده نادر دوباره سرگرم رسیدگی به کارهای معمولی میشه در این موقع سردار جلایر میاد نه حضور نادر و میگه یک زن هندی با یک جعبه جواهر در بسته در مسجد اومده و درخواست شرفیابی شما رو داره خب در هفته پیش گفتم که یه زنی گوشوارش رو در او سربازه هم سربازه صحبت آورد داد یعنی صحبت کرد و گوشواره رو داد و هم اون زن آمد و نادرم دو موقع دیگه حالت خوبش بود وقتی میفهمه زن شوهر نداره و سرباز هم زن نداره میگه بگیرش ولی تاکید میکنه به سربازه که این زن توه این اسیر تو نیست و غلام و کنیز تو هم نیست چون ایرانی ها به خلاف تمام دین های سامی چه مسیحی چه یهودی و چه مسلمان که آدم رو خرید و فروش میکردن هیچ یک از دین های ایرانی از میترائیسم گرفته تا زرتشتی و مزدکی و مانوی هیچ کدوم از اینها برد فروشی رو تایید نکرد برای که ایرانی آزاده فکر میکنه فردوسی در موقعی که در شاهنامه داره میرسه به یه جایی که از قول یک ایرانی با یک تازی سخن میگه از قول اون ایرانیه رو به تازیه میکنه میگه از ایران از ایران جز آزاده هرگز نخواست یعنی بلند نشد نه به معنی بلند شدن نه با واو با علفه. از ایران جز آزاده هرگز نخواست خرید از شما بنده هرکس که خواست هر کی خواست رفت از عربستان غلام خرید در اینجا این آزادگی در روح اینا بود به همین دلیلم نادر گفت این اسیر و غلام تو نیست و کنیز تو نیست این همسر تو هست خلاص در اینجا دوباره یک خانومی میاد با یه جعبه گوهر و سردار جلایر میگه که ایشون اومده و چیز داره قصد شرفیابی داره نادر میگه بیاد بیاد ببینیم چی میگه یه زن چل ساله نسبتا زیبایی در حالی که پوشش زنهای هندی رو پوشته و نشون میداد که از رده های خیلی پایین اجتماع نیست یک کمی در سطح بالاتره به شبستان میاد و یک جعبه زیبای گوهرکاری شده ای رو که زیر بغل داشته میذاره پیش پای نادر نادر میپرسه این چیه زن میگه این یک جعبه جواهر دستبند انگشتر زرین گردنبند گوهرکاری شده است آوردم و تقدیم ارتش ایران میخوام بکنم نادر با شگفتی تعجب میکنه ارتش ایران در ظرف ده دوازده ساعت چندین هزار تن اینا رو کشته این حالا آورده جبه جوارش میده این یه کاسه زیر نیم کاسه است میگه علت این کار چیه زن میگه هنگامی که سربازان به درون خانه ما ریختند و سرگرم کشتار و غنیمت گرفتن شدند دو تن از سربازان ایرانی هم به خانه من به طرف من آمدند من و شوهرم و یک کودک هشت ساله هم در اتاق بودیم سربازان در حالی که شمشیرهای خونالود خودشون رو در دست داشتند بعد از جستجو به ما گفتند که نترسید ما با آدم های بیگناه کار نداریم با آدم هایی که حمله نکنن و مقاومت نکنن نمیکشیم ولی به دنبال شورشیانی اومدیم که سواران ما رو کشتن برادران ما رو نامردانه بیجان کردن و در بند گرفتن قنیمت های جنگی هستیم زن میگه دیگه ما وقتی یکی دو سرباز یا شاید دو سه سرباز شمشیر به دست عصبانی خشمگین رو با شمشیرهای خونی دیدیم اصلا نزدیک بود سکته کنیم اصلا شوهر من که تکون نتونست بخوره همطور مون من برای اینکه جلوی خشب اینها رو بگیرم بلا فاصله رفتم در صندوق خانه و این جعب جواهر رو از مخفیگاه اون صندوق خونه بیرون آوردم و آوردم دادم به دست سربازان گفتم که اینو ما قنیمت حاضریم به شما بدیم سربازان در جعبه رو گشودند و سرگرم بررسی گوهرها و زرینه ها و دورهایی که در اونجا بود شدند در همین هنگام شیپور کشتار بس رو شنیدم یک لحظه این سه دو سرباز به هم نگاه کردند سپس بدون اینکه سخنی بگن جعبه رو زمین گذاشتن و بیان که چیزی از اون بردارند گفتند ما دیگه حق نداریم مال و زندگی شما دست بزنیم چون شیپور گوشتار گشت، داده شده و رفت زن ادامه داد گفت من و شوهرم یکدیگر رو نگاه کردیم و شوهرم گفت باور میکنی این همه نظم این همه فرمانرویی فرمانبری این همه دیسیپلین دقت با قابل باور در خوره تصور نیست و ما به راستی باور نمی کردیم این بود که با هم مشورت کردیم تصمیم گرفتیم به پاس تندرستی و زنده موندن خودمان به ویژه به خاطر زنده موندن فرزند هشت ساله مان که در اثر نفوذ کلام تو به نادر میگه و امزبات عجیب سربازان تو زنده هست همه این گوهرها را تقدیم ارتش ایران کنیم. افسران گاردی که در اتاق مثل تندیس بی حرکت ایستاده بودن و نادر لحظه خاموش اندیشمند وایستادن و با نگاه های جرف خودشون سراب های این زن رو نگاه میکردن سپس نادر دستور داد جعبه را بگشایند و دید پر از گوهرها و زرینه ها و سیمینه های اندکی اونها رو زیر رو کرد دست در جیب خودش کرد سه سکه زرینی که تازه به مناسبت پیروزی بر هندوستان ضرب شده بود و به نام خود نادر زده شده بود بیرون آورد و به محتویات اون سه جعبه افزود اون جعبه افزود و در جعبه رو بست و گفت بیا بگیر و برو گوهرهای درون جعبه را هم با خودت ببر من سه سکه به تو و شوهرت و فرزندت به یادگار افزودم برو و آسوده باش و این سه سکه را به یاد امروز نگه دار زن به پای نادر میفته و نادر بیدرنگ او رو از جا بلند میکنه میگه برو و با خانوادت به خوبی زندگی کن اینجا رو داشته باشید میریم ببینیم نظام الملک چه کرد چون نظام الملک یک صد سوار زبده و دلاور رو گرفت و رفت که پایگاه و پناهگاه سران شورشی رو پیدا کنه و تحویل سواران بده البته نظام المرد به خوبی میدونست پایگاه شورشیان کجاست و میدونست که هم علی محمد خان و هم سید نیاز خان الان در کدوم بخش شهر و در کدوم خانه هستن این بود که زمانی که از مسجد روشن و دوله بیرون اومد همراه باش سواران ایرانی که بهشون دستور داده شده بود هرچی نظام الملک میگه و قمرالدین خان البته قمرالدین خان که جلوی نظام الملک حرف نمیزد ولی باهاش بود میگه شما بدون چون و چرا باید اجرا کنید اینا رسیدن به خانه ای که سید نیاز خان و نظام الملک در اونجا سید نیاز خان و علی محمد خان در اونجا پنهان شده بودن به مس که وارد میشن خب دیگه نظام الملک رو که همه اونا میشتاختن نظام الملک بسیار زیرکانه میگه زود 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 بلنشین از اینجا دورشین زود اینجا جای امنی دیگه نی ممکنه تا دو سه ساعت دیگه سربازان و سواران ایرانی به درون خانه بیان و شما رو دستگیر کن. نظام الملک اضافه میکنه میگه با من بیایید در جای امنی که برایتان در نظر گرفته ام پنهان شوید سید نیاز خان و علی محمد خان که نظام الملک رو دوست خودشون میدونستند بی چون و چرا حرفای رو باور کردن و از اینکه وزیر اعظم محمد شاه در اندیشه آنان بوده سپاسگزار هم شدن. نظام الملک برای اینکه اطمینان بیشتری در اونها پیدا کنه میگه که نادر وسیله جاسوسان خودش از کلیه ماجراها آگاهه میدونه که محرک و مسبب اصلی این بلواها شما دو نفر هستید. بنابراین اگر به چنگ او بیفتی که محرک و مسبب اصلی این بلواها هستید بی برو برگرد و بی چون و چرا به بدترین شیوه ممکن شما رو خواهد کشت پس بهترین کار اینه که من شما را به ظاهر دستگیر کنم و وسیله سربازان مورد اعتماد خودم که رخت سپاهیان ایرانی را برتن کردند تا سوء زن کسی را بر از این خانه به جایی که کاملا مطمئن است ببرم اتان و آسوده باش یعنی ببینید چقدر وقتی که یک آدمی خوب فکر میکنه برنامه ریزی میکنه که نه تنها درگیری ایجاد نمیشه و نه تنها در شهر و در زد خورد این دو تن کشته نمیشن بلکه هیچ سر هم در نمیاد و ناگهان اینها رو تحویل ارتش ایران میده به وسیله که حالا من براتون میگم مزامالمون میگه برای اینکه همه چیز طبیعی جلوه بده هم اکنون های شما رو دستور میدم که از پشت ببندم و بیرون میبرم در میان مردان جنگی خود میره نظام ملک و در میان مردان جنگی خودم میرم و همونایی که گفتم بهتون رخت ارتش ایران رو بتن کردن قرار میدم تا اگر سواران نادری در طول راه شما رو دیدند کوچکترین بدگمانی نبرم و گمان بدی نداشته باشم و نیم ساعت بعد نیز یارانتان را گفتم یک یک از این خانه تک تک بیرون برم با هم بیرون نرم اونم برای چی گفته؟ حالا براتون خواهم گفت که چرا گفته تک تک بیرون برم در بیرون خانه چشم سید نیاز خان و علی محمد خان به سواران ایرانی میفته ولی گمان میکنند که اینها همون مردان نظام الملک هستند و لباسشون رو عوض کردند و برای فریب سربازان ایرانی این کار کردند نظام الملک میره نزد فرمانده سواران ایرانی و آهسته به اون میگه که این دو تنی که پشت سر من در اون پنج متری ایستادن تحویل شما هستن اونها رو به مسجد روشن و دوله به حضور نادرشاه ببری آنگاه با آوای بلندتر به طوری که اونها هم بشنوند میگه که خیلی مواظب باشید من علاقه دارم دوستان را سعی و سالم به محلی که الان بهتون گفتم برسانیم و در آنجا اونها راحت باشند و هر زودتر حرکت کنیم چهار تن از سواران سید نیاز خان و علی محمد خان رو شانه میگیرن و روی دوتا اسب میشونن چون دستشون بسته بوده و به پیش میاندازن نظام الموکس سپس به طرف دیگر سربازان سواران ایرانی میره که خانه رو در محاصره داشتن و به اونها میگه که اهالی این خانه همه از شورشیانن هم. تک تک میان بیرون هر کدوم که اومدن تک بیرون سر کوچه که پرسیدن بگیرینشون و یا دستهاشون ببندی بنزین رو هست یا تو عرابه که باشون بوده بدید و بدون خونریزی و بدون تیراندازی این خونه رو تخلیه میکنید و تو نمیرید اینا میان بیرون این بود که شورشیان هم تک تک اومدن گفتن تا اون رد شه بعد ما بریم تا اون رد شه همه اینا رو گرفتن و اسیر کردن نظام الملک پس از این دستور بیدرنگ میره به کاخ خودش و فرمان میده که جارچیان در شهر جار بزنند که طبق فرمان اعلی حضرت نادر شاه افشار بخشایش همگانی از سوی حضرت نادر داده شده و هر کس میتواند با اطمینان خاطر از خانه خود بیرون بیاد و به سر کار و پیشه خود و برود و در گردآوری پیکرهای بیجان کشته شدگان به یکدیگر کمک کنند و با سربازان ایرانی همکاری کنند از این پس هیچ ترسی از سربازان ایرانی نداشته باشید آنها مهمانان ما هستند و فرمان آ... کشتار داده شده و باید این کشته شدگان رو هر که هندو هست ب... بسوزاند و هر که هم که مسلم هست برود و در همون گورهای گروهی به خاک سپرده بشه با پخش این جار این آگاهی نامه که در 20 نقطه شهر جار زدن چندی بار گفتن گروه بینوا و مستمند و بیکاره شهر به طرف مناطقی که در اونجا کشتارهای همگانی روی داده بود حجوم آوردن چرا؟ برای که شاید از میان پیکرهای کشته شدگان چیزی هم به دست آورد ببینید بشر چه جور موجودیه هم جنسش کشته شده بیگناه هم کشته شده حالا تا فهمیدن که میتونن خارج بشن کسی نمیکشدشون این بیگناهان و این بینوایان و مسمندان و اینا بدونی که ذره تاثر داشته باشن از مسائل مذهبی یا عاطفی میرن که جیب این کشته شده ها رو خالی کنن نادر این رو میفهمه یعنی بلافاصله به گوش نادر میرسونه او هم دستور میده که بیدرنگ گروهی رو به نگهبانی انبارهای قله و خاروبار و خانه های بی صاحبی که صاحبش کشته شده بگمارید و اگر کسی خیال قارت داشت فورا او را بکشید مردم دهلی با شنیدن سخن جارچیان و آگاه شدن از آرامش شهر همگی برای گردآوری پیکرهای کشته شدگان دست به کار شدن شوخی نبود نزدیک به یکصد هزار پیکر بیجان آدمی و اسب در سراسر شهر پراکنده بود و کاری دشوار باید انجام میشد تا هر چه زودتر اینان یا سوخته شوند و یا به خاک سپرده شود به دستور نادر سربازان ایرانی هم دست به کار شدند و در گردآوری و خاک سپاری پیکرهای برادران برادران خود کوشیدند و همه آنها را به بیرون شهر بردند و در دشت گسترده‌ای که به دستور نادر آماده شده بود به خاک سپرده در سراسر آین خاکسپاری سواران کشته شده ایرانی نادر شخصا حضور داشت و به انجام آین های مذهبی با شکوهی که برای اونها برگزار می نظارت میکرد. این گورستان تا سالها پس از بازگشت نادر و سپاه ایران از هند وجود داشت ولی امروز دیگر اثری از اون نیست و کسی نمیدونه که بیش از پنج هزار تن از فرزندان دلاور و بیگناه ایرانی در خاک بیگانه در کنار پایتخت کشور هند خفته هند. در تاریخ وقتی نگاه میکنیم ببینیم این سرزمین چقدر کشته داده چقدر فداکار داده چقدر قهرمان داشته تا این رو به دست من و شما سپردم و باز هم قهرمان میخواد و باز هم فداکار میخواد به هر اون شب که این دلاور ایرانی و آن بیگناهان هندی یعنی این دلاوران بیگانی و آن بیگناهان هندی به خاک سپرده یا سوزانده شدند قمنگیز ترین شب دهلی و ارتش ایران بود هندیان خرمنهای فراوانی از آتش ها را برف و کشته شده نگان خود را در آن انداختند و سوزاندند و در کنار آن به انجام آینهای دینی خود و سوگواری پرداختند هر دو گروه داغدار و سوگوار در کنار هم بودند هم ایرانیان و هم هندیان به ویژه هندیان که در جنگ کرنال هم در کشتار و هم در جنگ کرنال و هم در فرمان آتش بعد کشتار همگانی بیش از یکصد هزار تن کشته داده بودن و تقریبا هیچ خانواده ای در دهلی و شاید در هند نبود که سوگوار نباشد نادر خوب میدانست که قلب ملت هند به سختی جریه دار است و میدانست که مردم از وی از سپاه وی کینه سختی به دل دارد و اگر ناتوانیشان به آنها پروانه نمی دهد که انتقام بکشند نشانه از میان رفتن اغده های روی هم انباشته شده آنها نیست او می که تخم کینه ای که دیروز و امروز در دل مردم هند کاشته شده هر دم ممکن است دوباره جوانه بزند او می که ترس و حراس مردم از این کشتار بزرگ به زودی از میان خواهد رفت و دوباره درد سرهای تازه ای پدید بیارد از همه اینها گذشته نادر قبل قبلا از صدور دستور کشتار همگانی دهلی ناخوشان بود و شاید هم پشیمان او میخواست محبوب مردم دهلی باشد او نمیخواست چنین وضعی پیش بیاید با سپاس از دوست بسیار ارجمندم آقای وارتان در اتاق فرمان و با سپاس از شما هم میهنانی که شکی بایانه در سراسر گیتی به برنامه من گوش دادید همه گیرو به خدای بزرگ میسپارم تا درودی دیگر بدرود و پاینده ایران